سلام و درود سال نو بر شما همراهان رادیو مزراچه مبارک و خجسته این دومین قسمت از شرح کتاب نوروزنامه منصوب به خیام نیشابوری در برنامه قبل درباره نحوه پیدایش نوروز و اهمیت این جشن باستانی نزد پادشاهان ایران گفتیم در این قسمت از هدایایی که موبدان در نوروز برای پادشاهان می بردن و دلیل نمادین بودن این هدایا صحبت می کنیم. فقط در مورد جام زرین پرزمهی که یکی از این هدایا بوده چون فصلش مفصل و طولانیه در قسمت بعدی به طور کامل بهش می پردازیم. اگر به این محتوا علاق مند هستید ممنون میشم همین ابتدای کار دست خواهری و برادریتون رو به ما بدین و برای دلگرمی به تیم رادیو مزراچه یه قلب برامون کامنت بذارید. با این مقدمه بریم و دومین قسمت از شرح کتاب نوروزنامه رو با هم بشنویم. خوست موبد موبدان با نوروزی هایی به خدمت ملک میرفته تا چشم پادشاه به اولین چیزی که میافتاده این نوروزی ها باشه این قسمت رو از کتاب نوروزنامه نقل به مضمون میکنم روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکند تا سال دیگر شادمان و خورم با آن چیزها در کامرانی بمانند و آن برایشان مبارک گردد که خورمی و آبادانی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آورندی. اما این نمادها یا نوروزی چی ها چیا بودند؟ یک درم و دینار خسروانی، دو انگشتر، سه یک دسته گندم یا جو تازه رسته سبز چهار تیر و کمان پنج شمشیر شش دوات و قلم هفت یک باز هشت یک اسب نه یک غلام خوب روی و ده جام زرین پرزمی خیام بعد از نام بردن هدایا به فایده و خاصیت هر کنوم در فصلی جداگانه می پردازه. یک اندر خاصیت زر و سیم و فرخنده بودن آن خیام میگه جمشید شاه اولین کسی بود که از معادن طلا و نقره رو استخراج کرد و فرمان داد تا از اینا سکه بسازند دو طرف سکه طلا رو عکس آفتاب و دو طرف سکه نقره رو ماه نقش زدن. دلیل این نقش زدن رو اینطور میگه که فرمود تا زر را چون قرصه آفتاب گرد کردند و بر هر دو روی صورت آفتاب مه نهادند و گفتند این پادشاه مردمان است اندر زمین چنان که آفتاب اندر آسمان و سیم را چون قرصه ماه کردند و بر هر دو روی صورت ماه مه نهادند و گفتند این کت خدای مردمان است اندر زمین چنان که ما در آسمان دو در انگشتر و خاصیت آن خیام درباره اهمیت و ضرورت داشتن انگشتر برای پادشاهان و اینکه ازش به عنوان مهر استفاده میکردند چند تا حکایت میگه در یکی از این حکایت ها به ماجرای پیامبر اسلام اشاره میکنه که وقتی برای پادشاه کشورهای دیگه نامه میفرستاده و دعوتشون میکرده به اسلام پای نامه رو با انگشترش مهر میزده اما نامه ای که برای خسرو پرویز می نویسه رو بدون مهر میفرسته نامه که به دست خسرو پرویز میرسه خشمگین میشه و نامه رو نخونده پاره میکنه و میگه نامه بی محر مثل سر بی کلاهه. سر بی کلاه یعنی شخصی که پادشاه نیست و از اونجایی که مخاطب نامه بیمور هر کسی میتونه باشه پس این نامه نزد ما ارزش خوندن نداره سه اندر معنی جو تازه رسته و خواص جو در این بخش اصطلاحی که برای جو تازه رسته استفاده میکنه خوید یا خیده که هم معنی گندم و هم جو تازه رسته میده اما در کتاب نوروزنامه اشاره مستقیم به جو داره و تاکید داره که درمان بسیاری از بیماری هاست. حکایت هایی هم در این مورد نقل میکنه که یکیشو براتون میخونم. <applause> چون این گویند که آدم علیه السلام گندم بخورد و از بهشت به در افتاد. ایزت تعالی گندم غذا او کرد. هرچند از وی میخورد سیری نیافت. به ایزد تعالی بنالید جو فرستاد تا از آن نان کرد و بخورد و به سیری رسید آن گهوی را به فال داشتی که او را دیدی سبز و تازه و از آن گه باز اندر میان ملک عجم بماند که هر سال جو به نوروز بخواستندی از بهره منفعت و مبارکی که در روز چهار اندر هنر شمشیر و خاصیت آن اولین گوهری که در دوران باستان از معادن استخراج شد آهن بوده و جمشید شا اولین کسی بود که دستور داد از آهن سلاح بسازند. خیام میگه شمشیر پاسبان ملک و نگهبان ملته. در هنر تیر و کمان و تاریخ آن نخستین کسی که تیر و کمان ساخت کیو مرس بود خیام میگه تیر و کمان سلاحی بایسته یعنی ضروری و شایسته پادشاهان قدیم هم باور داشتند مردمانی که سلاحشون تیر و کمانه هرگز تنگ روزی نمیشن و همیشه در نبردها پیروز میدانند. شش اندر هنر قلم و خاصیت آن دانایان قلم رو مشاته ملک میدونستند و سفیر دل مشاته یعنی چهره آرا آرایش کرد خیام میگه تا زمانی که سخن با قلم نوشته نشه مثل جان بیکال بوده و زمانی که نوشته میشه تجسم پیدا میکنه و برای همیشه باقی میمونه هفت اندر خاصیت اسب و هنر او چون این گویند که از صورت چهار پایان هیچ صورت نیکوتر از اسب نیست و اسب شاه همه چهار پایان چرند است. اسب رو پارسیان باد جان، رومیان باد پای، ترکان گامزن کامده، هندوان تخت پران و تازیان براق برزمین میگن. براق یعنی اسب تیز رو. خیام جلوتر از نامهای مختلف اسمان به زبان فارسی نام میبره مثل گلگون، بهارگون، زاغچشم، ابلغ، سپید و خاک روی. هشت اندرخاصیت و هنر باز و احکام آن در اهمیت باز میگه این پرنده مونس شکارگاه ملو و شاه جانوران گوشتخاره و در باز خویهایی هایی هست که در ملوک هست و باز حشمتی داره که در پرندگان دیگه حتی در عقاب که جسش از باز هم بزرگتره وجود نداره نه اندر فضیلت روی نیکو خیام در مورد روی نیکو میگه دلیل نیکبختی این جهانه و زمانی که روی نیکو با خوی نیکو یار بشه نیکبختی به قایت میرسه. حکایتی هم از سلطان محمود نقل میکنه که روزی در حال گردش در شهر بوده. پسری رو میبینه چرکین جامع اما سخت نیکو روی و زیبا. پسر رو با خودش میبره و دستور میده لباس زیبا تنش بپشونن. پسر باید هر روز بامداد میرفته خدمت پادشاه تا چشم پادشاه به اولین کسی که میافتاده این غلام خوب روی باشه. اعتقاد سلطان این بود که این دیدار براش مبارک و خوشیمنه. خیام میگه این پسر را سالش به هجده رسید. و جمالش یکی ده شد و از مبارکی دیدار او سلطان را بسیار کارها و فتهای بزرگ دست داد و چندین ولایت هندوستان بگشاد و شهرهای خراسان بگرفت و به سلطانی بنشست مگر روزی این پسر به عذری دیرتر به خدمت آمد و سلطان بی او تنگ دلگشته بود چون او بیامد از سر خشم و اتاب گفت هان و هان خیشتن را می شناسی؟ هیچ دانی که من تو را از کجا برگرفتم و به کجا رسانیده و از خواسته و نعمت چه داری؟ تو را زهره آن باشد که یک ساعت از پیش من غایب شوی؟ چون سلطان خموش گشت گفت سلطان بفرمایید شنیدن. همچنان است که میفرمایید من بنده را از خاک برگرفت و بر فلک رسانید من یک فرومایه بودم اکنون به دولت خداوند پانصد هزار دینار زیادت دارم بیزیا و چهارپا و بنده و آزاد و ملک بنده را از آن مرتبت و اشمت داده است که در دولت خداوند پایه هیچ کس از پایه بنده بلندتر نیست و با این همه کرامت که با بنده کرده است و این نعمت داده و به دین درج رسانیده هیچ سپاس و منت بر بنده ننهد بر دل خیش نهد که بنده را از جهت دل خیش نیکو می دارد یکی از جهت آنکه دیدار بنده به فال گرفت و دیگر که من بنده تماشاگه و باغ و بوستان دل ملکم اگر ملک تماشاگه خیش را بیاراید منت بر کسی نباید نهاد هرچند من بنده به شکر و دعا مقابله می کنم ملک را جواب آن پسر عجب خوش آمد و او را بنواخت و تشریف داد امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید ممنون که تا انتها همراه ما بودید به فصل اندر معرفت شراب به شرط حیات در قسمت بعدی میپردازیم تا درودی دیگر خدایا رو نگه